همراه هستیم با محمد تقوی، مزدک میرزایی. آقای تقوی، عجب عجیبه حال ما. خیلی خیلی اوضاع واقعا نمیدونه آدم چه حالتی داشته باشه، یا واقعا استثنایی میتونم بگم که چنین حالتی نداشتیم. مزدک هم بازی رو گزارش میکرد، خیلی از دوستداران فوتبال با صدای مزدک بازی رو شنیدن. آقای تقوی چی باید گفت امشب؟ واقعا نمیدونم چی باید بگم. بعضی مواقع شما نمیتونید کلمه‌ای که لازم باشه تو این شرایط بگین، ولی چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که ما به کجا رسیدیم؟ حداقل فوتبال یک وجه مشترک بین همه ایرانی‌ها بود، با هر قوم، با هر نژاد، با هر فلسفه، با هر سیاستی. من یادم 4 سال پیش همه ماها همینجا نشسته بودیم، دنبال ایران بودیم که ایران نتیجه بگیره. وقتی بازی آخر با پرتغال مساوی کرد، یا حتی بازی با اسپانیا رو باخت، مردم رفتن بیرون، چون این تیم با جان و دل دوست داشتن. اما چه اتفاقی میفته امشب که تیم ایران در یک مسابقه بسیار بسیار حساس میبازه و مردم خوشحالن؟ الان ممکنه یه نفر سیرا بگه نه همه مردم نیستن. ما میگیم بخشی از مردم، ولی قبلا همین بخشی از مردم هم وجود نداشت. چه اتفاقی افتاد؟ چه شرایطی به وجود اومده؟ من تو این زمانه اعتقاد دارم، با توجه به اینکه از بازیکنای ایران گلگی دارم، اما واقعا نمیتونم این بازیکنا رو مقصر اصلی این شرایط بدونم. امروز وقتی ما به بازی نگاه میکردیم، چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود، این بازیکنا اون بازیکنایی نبودن که جلوی ورز بازی کردن. دلیل داره. فشار روانی که بازی با ورز روشون بود، ببینید تو فوتبال شما همیشه نمیتونی با در واقع با انگیزت بازی کنی. از لحاظ بدنی باید آماده باشی، از لحاظ روانی باید آماده باشی. تمام انگیزه‌ای که بازیکن ایران داشتن در بازی با ورز به کار بردن. این بازی به نظر میرسه اون فشار روانی که مطمئنه از طرف حکومت به بازیکنان وارد شده بود، از این لحاظ که شما باید این بازی رو ببرید هر جوری بودی، و ما میدیم بازیکنان مثل که وزنه به پاهاشون بسته بودن، اون تراوت اون شادی رو نداشتن. و من قربانی اول این شرایط و حکومت بازیکنان تیم ایران میدونم که توسط حکومت و توسط مربیشون به این روز افتادن. در مورد دوم اینه که شاید همیشه میگن تو بازی وقتی شکست میخوری تجربه، شکست تجربه خوبی به دست میاری. تجربه‌ای که الان این حکومت به دست آورد اینه که به این سادگی نمیتونه از در واقع ابزار فوتبال استفاده کنه و خونهایی که ریخته شده در ایران رو به همین راحتی پایمال کنه. شاید این نقطه مشترکی که همه ماها داریم از اینکه این حکومت نتونست به هدف خودش برسه. مزدک رضا، ببین، خب این تیمی بود که رفت پیش رئیسی، بازیکنش سرخم کردن و اونجا درخواست کردن که به ما کمک مادی و معنوی بکن. اون دقیقا صحبتی که وحید امیری اونجا کرد و بارها پخش شده. این همون تیمیه که میره سرود ملی رو میخونه، دهنکجی میکنه به همه مردم ایران، و در حالی که مردم ایران کف خیابونا دارن حق خودشون طلب میکنن، این تیم اصلا توجهی نمیکنه. حداقل کاری که میتونستن بکنن این که کمی در کنار مردم ایران باشن، کمی خودشون رو از این مردم بدونن، این کار رو نکردن. خب اینم نتیجهش میشه، یعنی تیمی که نتیجه نمیگیره در زمین مسابقه، و واقعا حق ایران باخت بود در این مسابقه. خب در طول مسابقه کاملا تیم آمریکا برتر بود و حقشون هم پیروزی بود در این مسابقه. و اینکه احساس دوگانه ما هم به این برمیگرده که ما همیشه با ناراحتی این بازیکنان ناراحت شدیم، با شادی این بازیکنان شاد بودیم. الان حکومت با ما و مردم ایران کاری کرده که این تیم متاسفانه میتونم بگم میبازه، مردم شاد میشن، و این نشون میده که این راه اشتباه رفته حکومت جمهوری اسلامی، و به نظر من دیگه راه برگشتی هم نداره. مردم بارها نشون دادن که تو این همین 3 ماه نشون دادن که چیز دیگه ای رو طلب میکنن و دیگه نمیخوان که این شرایط وجود داشته باشه. الان اشاره کردی به چیز تماشاگرایی که تو ورزشگاه بودن، بازجو تماشاگر بودن. دقیقاً. تیم حکومتی داشتیم، بازیکن حکومتی داریم توی تیم ملیمون، که بعضی بازیکن واقعا بازیکن حکومتی ان، وقتی که پیرنو میزنه بالا و راه نجات کشور رو در یه جای دیگه پیدا میکنی، اینم نتیجهش میشه. حالا منتظریم که بازیکن برگردن ایران، بازم جام جهانی تموم میشه، همه اینا تموم میشه، ببینیم که چه جوابی دارن. البته مزک جان، ببینید اگه وقت داری من یه توضیح کوچیکی بدم. باشه، بفهمه. من اعتقاد دارم که بازم میگم من با اون که از بازیکن ها ناراحتم، واقعا گلگی دارم ازشون، اما اعتقاد داریم بازیکن ها قربانی یک
سیاستی شده نداره. ولی اینو بگیم که اینا منافع خودشون رو ارجح دونستن با مردم ایران. درسته. درسته این کارو نکنه. از لحاظ سنی نمیتونیم بگیم که خب خیلی خوب اینا نباید یه کاری، باید حتما یه کار دیگه. من کاملا حرفت قبول دارم، اما منافع خودشون رو در واقع اون چی میگم ارجحیت دادن به خاص عمومی مردم. اما جوونن، بچه‌ن، تطمیع شدن، تهدید شدن، همه اینا رو میذین رو هم. بازم میگم من از روز قبل که جام جهانی شروع بشه همش میگفتم که خیلی خوب ببینیم تو جام جهانی چیکار میکنه. الان همچنان اعتقاد دارم آغوش مردم به روشون بازه. ببینیم چه اتفاقی افتاده در تیم ملی. در بیان چی شده واقعا بیان اگر تحت فشار بودن بیان، اگر نگن چیزی اون موقع مردم باشون آشتی نمی کنن. در واقع باید بگم، باید بگن اگر واقعا تهدیدی بوده، تطمیعی بوده، تحت فشار بودن، نذاشتن کارشون انجام بدن، بیان حرف بزنن، نترسن. دیگه جام جهانی وجود نداره، دیگه اتفاقی نیست. بیاین حرفتون رو بزنین، حداقل مردم ببخشن شما رو. من فقط همین نمیگم. یه چیز دیگه هم که من میتونم اضافه بکنم اینه که مردم دیگه همه رو شناختن توی مدت، کارلوس کیروش هم شناختن. میگم دیگه راه برگشتی برای ایران نداره. یعنی امکان نداره که بار دیگه کارلوس کیروش روی نیمکت ایران بشینه مگر اینکه جمهوری اسلامی همچنان پایدار باشه و بخواد رو برگردونه.